سلام، من میثم حسینی هستم از اتاوا، پایتخت کشور کانادا، و این ماه سپتامبر به قولی همون شهریور یا مهر خودمون میشه 4 سال که من توی کانادا وارد شدم. توی این ویدیو هم یه کوچولو پروسر یه کوچولو میگم خدمتتون که به کجا رسیده و به هر حال شهروندی رو بالاخره گرفتم یا نه، ولی بیشتر از اون میخوام در مورد این صحبت کنم که آیا از این مهاجرت راضی هستم و حس و حالم کلا بعد سال 4م چیه. چون همونطور که دوستانم اول میگفتن که ببین مثلا 6 ماه اول یه سال اول میگفتن ببین هر سال حس و حالت عوض میشه و احساس میکنی که ذهنیت شکل میگیره نسبت به مهاجرت و نظرت شاید هر سال عوض بشه، تا اینکه حالا بعد چند سال مقدار پخته تر بتونی در موردش حرف بزنی. و من گفتم که حالا مثلا سال سوم اومدم یه ویدیو ساختم، توضیح دادم بیشتر خوبیا و بدیایی که به ذهنم اومد و گفتم. این سری سال 4 رو میخوام یه بهدار در مورد بحثی که خیلی وقت بود بچه‌ها میگفتن در موردش صحبت کنم، بحث دلتنگی و تنهایی شدن، حالا یه مقدار در مورد اون صحبت کنیم و فکر می‌کنم ویدیو جالبی باشه. و اگر شما هم مهاجرت کردید بهم بگید حس شما چجوری بوده. یعنی مثلا شاید یه سری جاها رو من میگم تجربه شخصی منه، شاید من اینجوری حس می‌کنم، شاید اصلا اشتباه حس می‌کنم، شاید حس بقیه متفاوت باشه، ولی فکر می‌کنم یه مقدار بهتون دید بده اینکه چه انتظاری داشته باشید بعد چند سال. اول از همه خدمتتون بگم که من خب 4 سال پیش دقیقاً آگست وارد شدم و اقامت دائم داشتم، ولی درسم اومدم خوندم. یعنی با اقامت دائم به اصطلاح میگن پیار کانادا اومدم. شما وقتی با پیار میاید 3 سال به عنوان پیار توی خاک کانادا باشید و حالا جزئیات داره، جزئیاتش قبلا گفتم، مثلا تو وبینار گفتم، تو ویدیو قبلی گفتم، ولی 3 سال از همون اول با پیار باشید خیلی ساده، سر سال سوم میتونید برای سیتیزنشیپ یا شهروندی اقدام بکنید. که من سر 3 سال یه خورده بیشتر، 3 سال و 4 ماه برای شهروندی اقدام کردم، بخاطر اینکه سر 3 سال تازه تصمیم گرفتم که اسممو عوض کنم. تقصیر خودم بود، بعد قبلش اقدام میکردم، تصمیم گرفتم اسممو به جای میر میثم سید حسینی بکنم میثم حسینی که مقدار کوتاه‌تر و خلاصه‌تر باشه. و یه تو اون فرمش اشتباهی کردم، یه 3-4 ماه اون تغییر اسم طول کشید. شما 12 ماه توی یکی از استانهای کانادا مقیم باشید میتونید درخواست بدید مثلا اسمتون رو، فامیلیتون رو عوض بکنید، که حالا من میگم میر میثم سید حسینی کردم میثم حسینی. بعدش دیگه حالا تقریبا 3 سال و 4-5 ماه که شد من اپلای کردم برای شهروندی که دیگه تغییر اسمم اومد و الان یه 7-8 ماهی که برای شهروندی اقدام کردم. یه همچین چیزی، یه همچین پروفایلی خواهید داشت که بهتون مراحل مثلا درخواست رو نشون میده. الان برای من مثلا لنگویج اسکیل، فیزیکال پرزنس، سیتیزنشیپ تست، بک‌گراند وریفیکیشن، پروهیبیشنز، سیتیزنشیپ سرمونی. سرمونی و تست که وقتی که دیگه همه اینا انجام بشه میرن میگن بیاید تستی بدید و تاریخ کانادا و اینا، و بعدش هم که سرمونی و بعدش هم میتونید درخواست پاسپورتتون بدید. سیتیزنشیپ رو که میگیرید بعدش دیگه درخواست پاسپورت میدید، پاسپورت سری میاد بعد اونا. قسمت اصلیش همین بک‌گراند وریفیکیشنه. بچه‌ها میگن که من الان کامپلیت شده، انجام شده، حالا میگن 2-3 ماه بعدش انجام میشه بقیهش، خیلی سریعتر الان نمیدونم، ولی در کل شما این رو در نظر بگیرید که 3 سالتون تموم بشه با اقامت دائم باشید، 1 سال و نیم هم مثلا میانگین بگیم 1 سال 1 سال نیم هم طول بکشه که شهروندیتون بررسی بشه و شهروندی رو بهتون بدن. طول میکشه دیگه، پرونده و بک‌گراند چک و اینا. خلاصه هنوز من منتظرم که سیتیزنشیپ رو بهم بدن که حالا بعدش هم پاسپورت بدن و ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. کل پروسه این بودش. میگم من اومدم 4 سال پیش و بعدش هم اینجا درسم خوندم و دانشگاه اتاوا ارشد مالیمو خوندم و البته یه ارشدم ایران داشتم از امیر کبیر، حالا میدونین اینا رو احتمالاً، ولی خب برای دوستانی که نمیدونن اینجا بعد تقریبا 1 سال و نیمم ارشدم تموم شد که حالا ارشدم اینا همه با فاند بودش، چون پیارم داشتم فاند بیشتری تونستم بگیرم، شهریم هم کمتر شد. و بعدش هم که شروع کردم برای اپلای کردن و موفق شدم در نهایت توی بانک، سومین بانک بزرگ کانادا استخدام شدم و الان همونجا مشغول هستم به عنوان تحلیلگر سبد سهام به قولی. اما نکته ای که پیش میاد، بچه ها بذارید از اینجا شروع بکنم، ببخشید این مقدمه شاید خور زیاد شد ولی خب لازم بود که بگم. خب بذارید از اول شروع کنم. ببینید اولش که مهاجرت میکنید که مثلا چند ماه اول بهش میگن فاز ماه عسل. خب اومدید اینجا و خب در عین تمام به قولی دلتنگیاتون
خب میدونید حالم میده دیگه، به هر حال کشور جدیده، انگار اومدید محصل، مثلا دوست دارید تجربیات جدید داشته باشید، چه میدونم پارتی برید، مهمونی برید، حالا مشروبی بخورید، هر کاری که دوست دارید، به هر حال تفریحات اون شهر و کشوری که هستید دوست دارید انجام بدید، که اون فاز اصولا خیلی سریع میگذره، البته خیلی سریع هم بگذره بهتره، هر چی بیشتر تو اون فاز بمونید به نظرم بدتر هستش. بعد فاز بعدیش میشه خیلی سریع سراغتون میاد، نظرم فاز مثلا چالش هاست. حالا نمیدونم، احتمالا دوستان دیگه هم در مورد این قضیه ها ویدیو ساختم، من صرفا گفتم اینجا رو هم نشونتون بدم، صحبت من رو گوش بدید، ولی اینجا رو مثلا فاز به قولی چالش هاست. فاز چالش ها هم خیلی سریع میاد سراغتون، تمام چیزایی که مثلا خیلی اون اول اذیتتون میکنه، مثل همه کارهایی که باید خودتون میکنید، از غذایی که باید خودتون بپزید، از مثلا ماشینی که دیگه ندارید باید با اتوبوس برید اینور اونور، از لباساتون که باید بشورید، دنبال کار بگردید، اگر کلاس میرید مثلا سختی کلاس رفتن، کار پیدا کردن، جنرال پول درآوردن، اینکه به انگلیسی شاید نتونید خوب صحبت کنید، همه اینها مثل آوار یه دفعه میبینید میریزه روی سرتون و پشه هایی که مثلا یکشون منو زد. بعد این فاز، خب میدونید این فاز هم برای همه متفاوته، برای یکی ممکنه یه سال دو سال طول بکشه، برای من تقریبا شاید بهتون بگم یه سال و نیم طول کشید تا اینکه مثلا درس همون تموم کنم. میدونید فازیه که خیلی اعصابتون خورد میشه، ممکنه اعتماد به نفستون رو بگیره، مثلا چه میدونم من خودم دنبال اتوبوس منتظر اتوبوس بودم، یه لحظه دیر رسیدم، اتوبوس درشو بس رفت و من واقعا به این برخورد، توی سرما هم عصبانی شدم هم سردم بود، میدونید گفتم چه وضعشه، مثلا من تو ایران ماشین سوار می‌شدم راحت ماشین خودم داشتم، این مردک راننده درو بس مثلا رفت. میدونید همه اینو برای همه اتفاق میفته، گوشیتون خاموش میشه، نمیدونید کجا باید برید، میدونید بلاهای مختلف که سر بچه‌ها اومده، کیفتون گم میشه، نمیدونم یکی ممکنه کلاهتون رو برداره، مثلا پولتون رو بخوره اون اول، به هر حال از این چیزا هم پیش میاد. که اگر اینا هم اتفاق براتون افتاد، میخوام خدمتتون بگم که خیلی ناراحت نباشید، برای همه چیزی پیش میاد. خب مثلا من با همخونه هم دعوام شد، میگم چیزای ریز یا چیزای درشتر براتون پیش میاد و اون فاز جوریه که مثلا همش بعضی موقع فکر میکنید میگه چه کاری بود مهاجرت کردم، با من که مثلا غذامو مادرم میپخت، نمیدونم دوست دخترم رو داشتم، دوست پسرم رو داشتم، ماشینم رو داشتم، نمیدونم تعمیرگاه ماشینم و بابام میورد فلان، یه سری چیزا راحت بودید، در حال خانواده هم دورتون بودن، شاید یه مقدار تو اون فاز یه خورده بهتون فشار بیاد، ولی اون فاز برای من مثلا یک و نیم سال دو سال طول کشید تا کارم رو پیدا کنم و استیبل بشم، برای یکی ممکنه بیشتر طول بکشه، مثلا یکی دانشجو دکترای ممکنه 4-5 سال درگیر باشه، یکی ممکنه بیاد اینجا اصلا چه میدونم یه دفعه مثلا طلاق بگیرن چند سال درگیر شن، ولی اون فاز به نظرم برای اکثر افراد میگذره و شما وارد یه فازی میشید که به قولی میگن فاز استیبل میشید، فازی که شاید دیگه خیلی دغدغه هایی مثل دغدغه دانشجویی، دغدغه کار، دغدغه اسباب کشی، دغدغه ماشین و اینا رو ندارید و یه مقدار با محیط آشنا میشید، با آدم آشنا میشید، زبانتون یه مقدار راه میفته و کلا یه مقدار شرایط بهتر میشه. حالا ممکنه چند سال طول بکشه. حالا اینجا وارد بحث اصلی میشیم. بعدش که اینا میشه، از اونجایی که خب آدمیزاد اصولا همیشه ناراضیه دیگه، همیشه دوست داره بیشتر داشته باشه، بیشتر به دست بیاره، کم کم شروع میشه به نظرم یه سری ایرادای اینجا رو دیدن. مثلا کم کم یه سری رفتار رو مختتون میره، مثلا با دخترای اینجا حال نمیکنید، یا با پسرای اینجا حال نمیکنید، با سیستم درمانی مثلا اینجا حال نمیکنید، میدونید به هر حال یه چیزایی هستش که میره رو مختتون، با سرمایه اینجا کنار نمیایید بچه‌ها، مثلا کانادا شما هر کاری هم کنید با سرماش کنار نمیایید، نمیدونم انگلیس برید با بارونش کنار نمیایید، همه جای این کره خاکی یه ایرادی داره، یا گرمایه، یا سرمایه، یا بارونه، یا ابره، یا نمیدونم نجات پرستیه، یا سیستم درمانی بده، خب نمیتونید همه اینا رو پیدا کنید، ولی خب باز همه اینها رو هم میدونید دلیل نمیشه که مثلا حالا بشینید قصه بخورید که آقا مثلا سیستم درمانی کانادا چقدر بده. خب به هر حال یه جوری باز با همون هم کنار میاید. چیزی که پیش میاد، چیزی که من بیشتر و بیشتر هم در خودم میبینم، هم در صحبت هایی که با بقیه میکنم، خب من خیلی خیلی دوست دارم مثلا بشینم پای صحبت های بقیه ببینم چیه، مثلا تجربه شون رو بشنوم، حالا شاید تو ظاهر به نظر نیاد ولی گوش درد دل خوبی دارم، خیلی ها به میگن توجه نمی کنی، ولی واقعا توجه میکنم، گوش میدم. یه نکته ای که پیش میاد، دو تا حس به نظرم بهتون دست میده، یکی تنها میشید و
و یکی دلتنگ میشید. حالا یعنی چی؟ مثلا اینا ممکن بگید خب تنهایی و دلتنگی مگه یکی نیست؟ من سعی کردم اینجوری اسمشون عوض کنم، تنهایی و دلتنگی. اتفاقی میفته چیه؟ حالا اولیش تنهاییه. من نوشتم که یادم نره بگم. تنها شدنه حالا ممکنه برای همه هم پیش نیاده، ولی خب من حتی دیدم آدمای متأهلی که واقعا حس تنهایی میکنن. ببین، اول اینکه خیلی از خانواده‌شون ممکنه دور شن و چون تو ایران بودید، اون خانواده و دوستای صمیمیتون دورتون بودن، هر چقدرم که جامعه بی‌رحم بود، هر چقدرم جامعه خودخواه بود، شاید اون تنهایی رو خیلی حس نمی‌کردید، چون تهش این بود که میگفتی آخ خانواده‌ام هستن، پدرم هست، مادرم هست، برادرم هست، خواهرم هست، فلان رفیق صمیمیم هستش. اینجا یه دفعه تنها میشید و واقعا دیگه اون افراد رو حس نمی‌کنید. شاید هم حالا شما من بگید، شاید این تنهایی یه فاکتور دیگه ای هم باشه. مثلا یه فاکتور دیگه سنتونه. وقتی سنتون میره بالا و میای توی کشور جدید، دوست پیدا کردن خب خیلی سخت‌تر میشه. هم شما سخت‌پسندتر شدید، هم بسیار وقت کمتری دارید، چون اینجا باید همه کاراتون رو خودتون بکنید. یا آخر هفته دارید، اون آخر هفته هم تازه ممکنه بذارید برای یه سری کارهای ضروری. و دو اینکه اصلا جنس آدما و فرهنگ‌ها هم فرق می‌کنه. مثلا یه کشوری مثل کانادا، کلا این کشور غربی، آدم‌ها خیلی حریم بیشتری حفظ می‌کنن، که یکی ممکنه بگه اتفاقا خیلی هم خوبه. و احساس می‌کنی صمیمیت‌ها اونقدر عمیق نمیشه و اونجوری که باید رو دوست پیدا نمی‌کنی. و اینکه من حالا این بیشتر نظر شخصی خودمه، اینکه ما آدم‌ها شاید تو ایران خیلی حسش نمی‌کنیم، میگم چون خانواده دورمون بوده، ماها واقعا خیلی تنهاییم. یعنی واقعا احساس می‌کنم بعضی موقع باهاشون صحبت می‌کنم خودشونو گول می‌زنن و نمی‌خوان اینو قبول کنن که بابا ما آدم‌ها تنهاییم، چون همه اینجا بیشتر اینو نشون میده. توی ایران یه خورده میدونی توی تعارف و توی مثلا فرهنگ ایرانی این قضیه قایم میشه بعضی موقع، در حالی که اینجا قشنگ میبینی آدم ها به فکر خودشونن. و توی بعد مهاجرت این بیشتر خودشون نشون میده. آدم ها اصلا اصطلاحا میگن تو سروایوول مودن، همه دارن سعی میکنن دووم بیارن، بقا بیارن. و این خیلی اذیتتون میکنه، اینکه چقدر اینجا یه دفعه همه چیز بیرحم میشه، چقدر همه به فکر خودشونن، چقدر خانوادتون نیست حمایتتون کنه. و این یکی از حسایی که هر چی میرید جلوتر، هر چقدر سعی میکنید دوست پیدا کنید، یه وقتایی اذیتتون میکنه. حالا میگم باز ممکنه برای یه سری پیش نیاد، یه سری هم ممکنه خودش رو گول بزنن، فکر کنن نه من خیلی دوستای خوبی پیدا کردم. ولی واقعا دوستای خوبی پیدا کردید؟ حالا خودمونیم یه ذره دقیق بیایم فکر کنیم ببینیم واقعا دوستای خوبی پیدا کردیم. و این میشه بحث این که احساس میکنید بعد 3 سال، 4 سال، 5 سال، نمیدونم، شاید هم فاکتور سنه، شاید هم نمیدونم، هر چی که هست، بیشتر واقع بین میشید و بیشتر اون حس تنهایی رو حس میکنید. که حالا یه نکته جالب بهتون بگم، یکی مثل منه هیچ مشکلی با این تنهایی نداره. یعنی من الان همه اینایی که بهتون گفتم، ما مشکلی باش ندارم. من از اون موقعی که ایران بودم به این نتیجه رسیده بودم. من خیلی آدم اجتماعی هستم، با آدم ها گرم میگیرم، ولی حقیقت این که انسان ها تنها هستن و من از اون ایران به خودم قبولوندم. هنوز با خیلی ها صحبت میکنم، مخصوصا خانوم ها، انگار نمیخوان اینو قبول کنن. نمیدونم، شاید هم من اشتباه میکنم، ولی من به اون معنی کسی که با تنهایی خودش اوکیه، همین قضیه رو قبول کردم، هم باش اوکی و شادم. بحث دیگه بحث دلتنگیه. این یه مقدار ممکنه اذیتتون کنه، ممکنه بگید با قبلیه چه فرقی داره. بذارید یه مثالی بزنم. فیلم بریکینگ بد اگر دیده باشید، هایزنبرگ تیکه با گوستاو فرینگ نشسته بودن، داشتن غذا می‌خوردن، بعد گوستاو میگفت این منو یاد نمیدونم دستپخت مادرم، مادربزرگم، یه همچی چیزی انداخت. که هایزنبرگ بهش میگه که ببین، شما وقتی بو حس می‌کنی، یه کیمیکال ریاکشنی تو مغزت اتفاق میفته که این بوه، این قیافه میتونه توی مغزت یه سری کانکشن ایجاد کنی، توی یه سری خاطرات گذشته رو به یاد بیاری، خاطراتی که بخشی از وجود توه، خاطراتی که بخشی از هویت توه. اتفاقی که میفته، شما خیلی میشنوید که مردم غر میزنن بعد مهاجرت، بابا ایران بعد فلانه. ببینید، دلتنگی مردم برای ترافیک و برای پارک دوبل و برای آلودگی و برای بوق زدن و برای پارتی بازی و برای نمیدونم گرونی و برای سری هزار و یک چیز دیگه ای نیست. دلتنگی وقتی یه سری میگه آقا من دلم برای ایران تنگ شده،
برای اینه که شما مثلا 20 سال 30 سال زندگی تو توی ایران توی شهر توی محله بودی و مثلا صبح به صبح از یه جایی رد می‌شدی یا مثلا با یه سری آشناهات این زنبوره اگه بیخیال شه با یه سری آشناهات صحبت می‌کردی، حتی یه سری تبلیغای تلویزیونی، حتی یه سری کارتون‌های بچگی مثل سوباسا، حتی یه سری فیلم‌های مسخره مثل اوشین، حتی یه سری مثلا اون روز به یکی میگفتم این چیزا رو یادتونه، میگفت باز از چی چی صوت قرآن آمد، میدونید همه اینها تو هم تنیده شده بود، یه قسمت وجودی و خاطرات شما رو شکل داده بود. الان وقتی من اینجا هم نکنید، ببین این چیزا خیلی زیباست، حالا نکنید من توی محله خیلی خوشگل دارم راه میرم، ولی من مثلا اینجا وقتی صحبت میشه، وقتی یه چیزی رو میبینم، وقتی یه خاطره ای تعریف میشه، مثلا میگم فلان کارتون یاده، تمام چیزایی که اینجا هست در عین زیباییش من بهش تعلقی ندارم، من باهاش خاطره ای ندارم، من هیچ حسی برام ایجاد نمیکنه. در حالی که مثلا تو ایران شاید اون بوی مثلا نمی که یه جا می اومده برای طرف یه خاطره ای تداعی میشده، یه چیزی و یه سری بچگیشو به یادش میاره میآورده. اینجوری میشه که شما اون حس دلتنگی طرف میگه من دلم ایران میخواد، فکر نکنید بگید آقا مسخره نکنید، بگید بابا ایران چه خبره تو چی میخوای، نه، حس دلش برای اون بخشی از هویتش تنگ شده که الان اینجا احساس میکنه اون هویته اون بخش رو گم کرده، خب انگار یه تیکه پازل یه تیکه بدنشو کندن، اینجا هر چقدرم تیکه‌های قشنگ میبینه نمیتونه جای اونو پر کنه. یعنی چی میگم؟ اینه که طرف میگه من دلم تنگه، یعنی دقیقاً من حسی که احساس میکنم اینه. من آره من مثلا تهران خیلی شهر کثیفیه، تهران نمیدونم خیلی چیزای بد داره تهران، ولی مثلا من بعضی موقع اصلا احساس میکنم یه سری خاطراتم یادم نمیاد، باورتون میشه؟ اسم خیابونا یادم نمیاد، نه اینکه ادا در بیارم، وقتی میبینید یارو میگه آقا 3 ساله مثلا مهاجرت کردی همه چی یادت رفته، واقعا براتون اتفاق میفته. چرا؟ چون چیزایی که هر روز میدیدید، مثلا میگم من اون روز داشتم فکر میکردم خیابون ملا صدر رو یادم نمیومد، مثلا میرداماد یادم نمیومد، چرا؟ چون آقا اینا رو انقدر هر روز میدیدم، شاید میرداماد هر روز نمیدیدم خب، ولی مثلا چه میدونم خیابون ولیعصر رو میدیدم اتوماتیک میردامادم یادم میومد. چون اونا رو دیگه ندارید احساس میکنید یه سری چیزا یادتون نمیاد، بعد همین یادتون نیومدن و همین خالی شدن رو احساس میکنید یه خلایی هست، احساس میکنید یه چیزی کمه، احساس میکنید 30 سال زندگیتون مموریش پاک شده، دقیقاً احساس میکنید یکی دیلیتو زده یه سری چیزا پاک شده واقعا، بعد هر چی هم اینجا احساس سعی میکنید پرش کنید پر نمیشه، انگار که اون هارده پاک شده، شما سعی میکنید چیزای خفن‌تر و جدیدتر توش بریزید، ولی انگار این اون نمیشه اون پاک شد. اینو من بهش میگم حس دلتنگی، که من خودم هم تا یه حدی میگم حس تنهایی من باش مشکل ندارم، مثلا تنهایی اوکی هم، ولی حس دلتنگیه واقعا بعضی موقع مثلا زنگ میزنم به یه دوستم یه دفعه یه خاطره ای رو میگم یا آجی یادت فلان اتفاق افتاد، میگم نه یادم نیست، بعد یه زنی میگه آره یادم، آجی چقدر دلم تنگ شد، میدونی چی میگم؟ اون حس است که میشه حس دلتنگی، اونه که بعد یه سری میبینید میگن آقا دلم برای ایران تنگ شده، پس خیلی بهشون نگید آقا دلت برای ایران تنگ شده خیلی ناراحتی باشه برو ایران، نه بابا اینجا خیلی چیزای خوب داره، که حالا این نکته هم داخل پرانتز بگم، ببینید یکی از بزرگترین چیزایی که اتفاق میفته که گفتم حس استیبل بودنه، این که واقعا یه سری دغدغه‌ها رو شما اینجا ندارید، یه سری دغدغه، ببین مثلا من الان واقعا میگم، حالا میگم آدم با آدم فرق داره، ولی یه سری چیزای مالیتون خیلی احساس میکنم بهتر میشه، حداقل برای خود من اینجوری بوده، نمیگم پولدار میشید نه، اصلا منم پولدار نشدم، خیلی هم اینجا پولدار نشده، ولی دیگه یه سری تفریحات براتون عادی میشه، خریدن گوشی مثلا آیفون براتون عادی میشه، میدونید مثل ایران نیست که یه چیز لاکچری حساب بشه، یا چه میدونم یه سری تفریحات، یه مسافرت ساده چیزی نیستش که لاکچری حساب بشه، میدونید راحت میتونید انجام بدید. بعد یه سری میگن آقا تو اونجا همه چی رو داری، بعد میگی ایران، نه، بحث اینه که این استیبلیه وجود داره، فقط یه قسمتی احساس میکنی از چیزت از اون هویتت رفته کنار. میگم باز خیلی صحبت کردم ببخشید، ولی شاید بعد 4 سال بزرگترین چیزی که من بخوام بگم همینه،
مثلا با دوستامون یه مسافرتی رفته بودیم، مثلا یه خاطره، مثلا دوست داشتم، شاید اصلا اون دوستا الان باشون در ارتباطم نباشم ها، شاید اصلا باشون حالم نکنم، ولی اون خاطره خاطره خوبی بود، اون محله محله خوبی بود. نمیدونم، شاید هم فاکتور سنه، نمیدونم، شاید هم هزار یک چیز دیگه. خلاصه این بود خلاصه ای از چهارمین سال من در کانادا که تموم شد. الان در واقع وارد سال پنجم شدم توی کانادا. در مجموع من خیلی راضیم، اگرم بپرسید حتماًم برگردم دوباره مهاجرت میکنم. خیلی از چیزهایی که قبل مهاجرت داشتم، اون عصبانی بودن ها، اون کلافه بودن ها، اون مثلا میرفتی مهمونی ولی توی مهمونی احساس ناراحتی میکردی، توی مهمونی احساس میکردی خوشحال نیستی، اونا رفته، خیلی از چیزها رفته. بحثای مالی میگم پولدار نشدم ولی خب دستم به دهنم میرسه، همین برای من کافیه. ولی اگر بخوام یک چیز رو بگم، شاید بحث خانواده است. البته اینم نظر بگی، خب من 4 ساله واسه خانواده‌مو ندیدم که حالا میبینم، اونم مشکل نیستش، ولی بیشتر اون بحث خلایی که احساس میکنید یه تیکه از وجودتون نیست و اینجا هم هر چقدر آدما اوکی باشن و هر چقدر چیز باشن، هر چقدر محیط اوکی باشه، اون حس نوستالژی، اون حس دلتنگیتون رو برطرف نمیکنه. بهم بگید چیا رو نگفتم، میگم خیلی خیلی میشه ساعتا در موردش صحبت کرد، من حالا همینم تازه 20 خورده ایده شد، خیلی زیاده. امیدوارم به درتون خورده باشه، به امید موفقیت تک تکتون. ویدیو رو هم اگر حال کردید لایک بکنید که ممنون میشم، عضو کانالم بشید که چه بهتر. نمیدونم حالا محله راه رفتنم به درتون میخوره، محله اساس من محله های قشنگیه. به امید موفقیتتون، سی یو نکست.